ستا جوان در حال ساخت یه مستند از یک جادوگر افسانه‌ای. گیلاسیا سلام. امروز من فیلم بلر ویچ پروژکت یا پروژه جادوگر بلر رو ببینیم. یکی از فیلمایی که خیلی پیشنهاد داده بودید اما من خودم زیاد حقیقتاً باهاش حال نمی‌کنم. آخر فیلم دلیلش رو بهتون میگم. بریم با هم ببینیمش. حواستون به اسپل و کامرو صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم تاریخی در مورد زنی به اسم الی کدورد می‌بینیم که به اسم جادوگر بلر شناخته میشه. اواسط سال 1700 مردم دهکده‌ای که الی توش زندگی می‌کرده اونو محکوم به کشوندن بچه‌ها به خونش و خوردن خون اونها می‌کنن. به همین جرم هم میرن بالا سرش اونو از دهکده میندازن بیرون، تبعید میشه و به خیالشون توی سرما جونش رو از دست میده. البته طولی نمی‌کشه که یه دفعه تعداد زیادی از افراد دهکده و همون بچه‌هایی که این حرفو زده بودن ناپدید میشن. بقیه مردم فکر می‌کنن کار همون الی که حالا ملقب به جادوگر بلر شده است. انقدر این اتفاقا میفته که مجبور میشن همشون دهکده رو ول کنن و برن جاهای دیگه. البته که هنوز جریان تموم نشده. حدود 100 سال میگذره و مردمی که اون نزدیک زندگی میکردن شهادت میدن که یه بار دیدن دست یه نفر از زمین اومده بیرون و یه بچه رو کشیده داخل خورش و دیگه هیچ کسی از اون خبردار نشده. بعد 13 روز اونجا یه باتلاقی به وجود میاد که پر از استخون بوده و همه وحشتشون بیشتر میشه. چند تا گروه نجات هم مشغول به گشتن دنبال اون بچه میکنن. در آخر هم پیدا میشه اما یکی از گروه های نجات دیگه هیچ کسی ازش خبری نمیشنوه. پولی نمیکشه که این گروه نجات هم پیدا میکنن اما به شکلی که تمام اعضای اون کنار هم دیگه بسته شدن، شکمشون پاره شد و جونشون رو از دست دادن. میرسیم به سال 1940، نزدیک به 200 سال از اتفاق اول گذشته و حالا 7 تا بچه توی شهر کلا ناپدید میشن. یه رفیق سر و کله مردی پیدا میشه که خودشو به پلیس معرفی میکنه و میگه من کارمو انجام دادم و به نقشه هام رسیدم. آدرس خونش رو به پلیس میده و مامورها جنازه اون 7 نفر رو تو همین خونه پیدا میکنن. هر 7 نفر به شکل جونشون از دست دادن که انگاری توی مراسم شیطانی بوده. این مردم شروع به تعریف همه چیز با جزئیات کامل میکنه. در مورد دلیل کارش هم میگه که یه پیرزن نزدیک خونمون زندگی میکرد و بهم دستور داد که این کارها رو انجام بدم. در آخرم محکومش میکنن و جونش رو با اعدام میگیرن. میایم به سال 1994، جایی که فیلممون در جریانه. سه تا دانش آموز تصمیم میگیرن که یه مستند در مورد جادوگر بلر بسازن. کارگردان فیلممون اسمش هدره، فیلمبردار اسمش جاشوا و صدا بردارم اسمش مایکل. البته که بعد مدتی از هیچ کدومشون خبری نمیشه و هر سه نفر به عنوان آدمهای گم شده خبرشون پخش میشه. آخرین جایی هم که دیده شدن توی شهر بلر بوده. یک سال بعد از گم شدنشون فیلمهایی که اینا ضبط کردن رو توی کلبه پیدا میکنن و حالا فیلمی که میبینیم همین ویدیو هست. با شروع فیلم هدر تو خونهشون داره لوازم جمع میکنه و جلوی دور میمونه که قصد دارن مستندی در مورد جادوگر بلر بسازن. جاشوا میاد جنبالش، میرن دنبال مایکل و ستای کلی خرید میکنن و به سمت مقصدشون راه میافتن. اولین جایی که وامیستن هم قبرستونیه که اون 7 بچه پیدا شده رو توش خاک کردن. وارد دهکده بلر میشن که دیگه مردم به زندگی عادی خودشون دارن ادامه میدن. از مادری که بچه‌ام بغلش سوال میکنن که در مورد جادوگر بلر اطلاعی داره یا نه و اونم میگه فقط تو اخبار در موردش شنیدم. یه بار اخبار گفت دو نفر برای شکار توی کلبه بودن که یه دفعه گم و گور شدن و وقتی پیداشون کردن یه سرنخ‌هایی در مورد جادوگر بلر پیدا کردن. سراغ مصاحبه با پیرمردی میرن. این پیرمرد هم در مورد همون مردی که 7 نفر رو دزدیده بود صحبت میکنه و میگه خیلی آدم کثیفی بود و اسمش هم هرمیت بوده. یه پسر جوونم هم در ادامه همین داستان میگه که هرمیت میومده اون 7 نفر رو دوتا لوتا میبرده. یکیشونو مجبور میکرده به دیوار زل بزنه و جون اون یکی رو میگرفت و بعد میرفت سراغ همونی که به دیوار زل زده. اینطوری همشون از بین برده. مصاحبه آخرشون هم با زنی که خیلی رفتارهای عجیبی داره. میگه که من خودم یه بار به چشمم جادوگر بلر رو دیده بودم. خیلی بدنش مو داشت و واقعا هم ترسناک بود. تو راه برگشتم مشخص هیچ کدوم میزن و باور ندارنش و در آخر به هتل میان تا استراحت بکنن. قبل خوابم مقداری الکل می نوشن. روز بعدی میزنن به جاده و به منطقه میرن که خبرش پیچیده اون 7 نفر از همونجا گم شدن. با دوتا ماهیگیر برخورد میکنن که ازشون سوال میکنن در مورد جادوگر بلر چی میدونن. یکیشون که جوانتره میگه من اصلا باور ندارم اونش، همش یه افسانه است. ولی اون یکی میگه نه واقعا خیلی چیز خطرناکیه. میگه من یه بار تنهایی داشتم ماهیگیری میکردم که توی آب چیز عجیبی بیرون اومد و مطمئنم که یه رفتی به همین جادوگر بلر داشته. راهو ادامه میدن و به مقصد بعدیشون میرسن. جایی که اگه یادتون باشه گفتم یکی از گروهای نجات رو پیدا کردن به شکلی که تمام اعضاش به هم وصل شده بودن و شکمشون پاره شده بود. خلاصه قرار اینجاها رو بگردن و وقتی میبینن هوا داره تاریک میشه تصمیم میگیرن که کمپشون رو راه بندازن. منتها بارون گرفته و نمیتونن آتیشی به راه بکنن و مجبورن توی سرما تو چادرشون بخوابن. روز بعدی که بیدار میشن جاشوا میگه یه صداهای عجیبی شنید
دیدم، اما خب بقیه باورش نمیکنن. هدرم نقشه دستش رو اعتراف میکنه که دیروز داشتن گم میشدن، چیزی که باعث استرس زیاد جاشوا میشه و هدر برای جمع کردن قضیه میگه نگران نباش، الان راهو پیدا کردم و خیلی راحت میتونیم به مقصدمون برسیم. دوباره راهو ادامه میدن و ساعت ها بعد جاشوا حس میکنه که اصلا راهشون درست نیست، چون هیچ ردپایی اینجا پیدا نمیشه. مایکل هم همینطور به هدر میگه که اگه گم شدیم راستشو بگو، فقط بدونیم که دنبال یه راه دیگه ای بگردیم. بحثی بین مایکل و هدر شکل گرفته که جاشوا آرومشون میکنه و میگه به جای دعوا بیا بفهمیم که باید کدوم سمتی بریم. مایکل به نقشه نگاهی میندازه و میگه حقیقتا من نمیتونم این نقشه رو بخونم، برای همینم مجبورم به هدر اعتماد بکنم، ولی خب مطمئن باش که حواسم بهت هست، اگه گم شدیم فقط بگو که یه راهی پیدا کنیم. باز راهو ادامه میدن، حتی بر یه جا از درختی که کنده شده بگذرن تا به جایی میرسن که 7 تا گروه سنگ کنار همدیگه قرار گرفتن، به شکلی که انگار این سنگ ها برای یک مراسم شیطانی کنار هم چیده شدن. باز هوا داره تاریک میشه و تصمیم میگیرن همینجا کمپشون رو راه بندازن و این بار آتیش روشن میکنن. بعدم هدر تصمیم میگیره که از تیکه سنگ هایی که اونجاست فیلم بگیره، که یه رفع صداهای عجیبی از جنگل شنیده میشه و به مایکل میگه که بیا بریم ببینیم چیه، اما مایکل انقدر ترسیده که حاضر نیست از چادر بیرون بیاد. روز بعدی میرسه و جاشوا بازم از صداهای عجیبی که شنیده حرف میزنه و میگه فکر کنم آدم دور برامون باشه، اما مایکل اینو نمیتونه باور کنه و میگه حتما توهم زدی. باز شروع به حرکت میکنن. این بار مایکل و جاشوا در مورد کارشون تردید دارن و میگن که بیا برگردیم به ماشین، فقط از اینجا بریم. اما هدر میگه که نگران نباشید، گم نشدیم و داریم بالاخره به مقصد میرسیم. اما وقتی این ورانور نگاه میکنن، جاشوا و مایکل مطمئن میشن که هیچ جای آشنا نیست و قطعا گم شدن. مایکل عصبانی از فریاد میکشه و هدر آرومش میکنه و میگه باز داره هوا تاریک میشه، بیا انشاء هم استراحت بکنیم و فردا دیگه قطعا برمیگردیم سمت ماشینمون. حتی نقشم نگاه میکنه و حس میکنه جایی که هستن خیلی به جایی که ماشینشون بوده نزدیکه. چادراشونو به راه میکنن و نصف شبی صداهای یبیرو میاد که این بار همشون بیدار میشن. جاشوا میگه شاید صدای آهوی گوزن چیزیه، اما هدر میگه که نه، صدا داره همه طرفو میاد و غیر ممکنه فقط برای یه حیوان باشه. کم کم صداهایی که میشنیدن به صدای پای آدم تبدیل میشه و همچنان هیچ کسی رو نمیبینن و در آخر با ترس و لرز میخوابن. روز بعدی میرسه، از چادر که میرن بیرون و میبینن 3 تا گروه سنگ شبیه همون 7 تایی که قبل تر دیده بودن، این بار دور تا دور چادر خودشون چیده شده. هر کدوم نزدیک یه چادر رو هدرم خیلی ترسیده و بقیه میگه. البته که جاشوا و مایکل دیگه اصلا اهمیتی نمیدن و میگن فقط میخوایم برگردیم و بس کن این حرفا رو. هدرم قبول میکنه، اما وقتی میخوان حرکت کنن متوجه میشه که دیگه نقشه‌اش تو کیفش نیست. سر مایکل و جاشوا فریاد میزنه و میگه شماها نقشه‌مو برداشتید، دیروز داده بودمش دست شما، اما اونا میگن که پست دادیم و دیگه هرچی میگردن پیداش نمیکنن. هیچ چاره‌ای ندارن جز اینکه شروع به گشتن کنن، بلکه به یه آدم یا خونه‌ای برسن و از اونجا بتونن راهو پیدا کنن. ساعت دیگه هم راه میرن و میخوان استراحت کنن و حالا مطمئنن که هیچ راهی دیگه برای برگشت نمونده. جاشوا میگه که نگران نباشید، اگه امشب هم خبری از همون نشه قطعا فامیل یا آشناهامون میفهمن گم شدیم و درخواست کمک میکنن و نیروی کمکی میتونه پیدامون کنه. یه جا من رودخونه ای میخوام بگذرن که کفشای هدر خیس میشه و مایکل و جاشوا شروع به خندیدن میکنن، که این قضیه خیلی به رو مخ هدر رو شک میکنه که شاید اونا نقشه رو برداشتن تا مسخره و سوژه کننش. این حرفو به مایکل هم میزنه و مایکل وسط خنده‌اش میگه حقیقتا دیروز که داشتیم میومدیم از کنار یه باتلاق رد شدیم و من نقشه تو پرتش کردم اون تو، چون اصلا به درد نمیخورد و معلوم بود حتی بلد نیستی از تو شمال و جنوب رو پیدا بکنی. هدرم فریاد میزنه که اگه یه موقع جونمون از دست بدین تقصیر توئه که نقشه رو انداختی تو. خلاصه که دعوا و بحث بینشون بالا میگیره و در آخر با سکوت کامل راهشون رو ادامه میدن. به جایی میرسن که میخوان استراحت کنن و مایکل متوجه عروسک های چوبی ترسناکی میشه که از درخت ها آویزونه، عروسک هایی که عموما موقع جادوگری ازشون استفاده میشه. خیلی ترسه و به بقیه هم خبر میده و هدر با کنجکاوی شروع به فیلم گرفتن از تمام عروسک ها میکنه. مایکل و جاشوا هم کلافه شدن و دیگه خیلی عصبی ان، مخصوصا مایکل که ترسیده و شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از آدم ها میکنه. با تاریکی هوا باز چادرهاشون رو به راه میکنن و این بار تصمیم میگیرن که هیچ مشعل یا چراغی رو روشن نکنن تا یه موقع حیوان چیزی پیداشون نکنه. البته که طولی نمیکشه که صدای گریه و فریاد و بازی چند تا بچه رو از خارج چادرشون میشنون. حالا یه دفعه چادرشون شروع به لرزیدن میکنه و اونا با وحشت میزنن بیرون و فقط میدوئن. بعدم اینجا تصمیم میگیرن که آروم بشینن و توی همین سکوت و سرما شب رو بگذرونن. با روشن شدن هوا سمت چادرشون برمیگردن، میبینن که همه چیز به هم ریخته. کنار چادرشون ماده های عجیبی ریخته و وسطش هم یه دونه دیگه از همون عروسک های ترسناک کنار یه تپه سنگ دیگه است. رفتار مایکل از قبل هم عصبانی تر شده و سر هدر فریاد میزنه که همه چیز تقصیر توئه. هدر هم همچنان داره همه چیز فیلم میگیره که مایکل یه لحظه میاد تا دوربینو بشکنه، اما هدر موفق میشه که جا خالی بده و ازش فاصله بگیره. باز راهو ادامه میدن و بعد مدتی تصمیم میگیرن استراحت کنن. هدر از جهت خورشید شمال و جنوب رو تشخیص داده و میگه باید همینطوری به سمت جنوب راهو ادامه بدیم، بالاخره از جنگل خارج میشیم. جاشوا یه گوشه تو
سکوت نشسته که یه دفعه میگه که یه چیز چسبناک داره لوازممو خیلی داره روی مخم میره. خیلی هم خسس و میگه حوصله ندارم تا دوباره کمپ بزنیم و یه شب دیگه رو تو این جای ترسناک بگذرونیم. هدرم میگه مطمئنم خیلی نزدیکیم و بعد ادامه دادن راه بالاخره به همون دریاچه میرسن که یه درخت روش افتاده بود و از روی اون گذشته بودن. این عجیبه چون همون اول داشتن به سمت جنوب میرفتن و قصد داشتن که بالاخره از جنگل خارج شن و کسی کمک بگیرن، اما الان انگاری راهو برگشتن به سمت همون دریاچه. ترس و عصبانیت همشونو فرا میگیره و شروع به فریاد زدن میکنن. هدر یه گوشه میزنه زیر گریه و دیگه خیلی خسته است و تصمیم میگیرن که راهشون رو بازم ادامه بدن بلکه بالاخره به یه مقصدی برسن. هوا داره تاریک میشه و این بار دوربین دست مایکله و شروع به فیلم گرفتن هدر میکنه و سرش فریاد میزنه که همش تقصیر تو ما رو آورد اینجا و گیرمون انداختی و هرچی سرمون بیادم تقصیر توه. هدر هم میزنه زیر گریه. باز شب شده و چادرش رو راه میندازن و صبح که خواب بیدار میشن مایکل و هدر میبینن که هیچ خبری از جاشوا نیست به جز لباسها و لوازمش که تو همون ماده چسبناک پیچیده شدن. هرچی هم سلاش میکنن جواب نمیده و بعد مدت خسته میشینن و تصمیم میگیرن که راهشون رو ادامه بدن. این بار که هوا تاریک میشه دوتای چادر رو به راه میندازن و شب که میخوان بخوابن صدای جاشوا رو از دور دست میشنون، صدای فریاد زدن و کمک خواستنش ولی هیچ خبری از خودش نیست. صبح که میشه و از چادر بیرون میان چند تا تیکه چوب و عروسک چوبی اون اطراف میبینن. پدرم برشون میداره و از چادرشون دورتر میذاره و یکم استراحت میکنن و موقع ادامه دادن راه تصمیم میگیره حداقل یه بار اون چوبا رو بررسی کنه. این بار که داخلش رو نگاه میکنه متوجه میشه یه سری دندون و خون ریخته که مطمئنه که دندونها برای جاشوا. با وحشت دستاشو میشوره و دوباره راهو ادامه میدن و بعد مدتی میخوان استراحت بکنن. چادرشون رو دوباره راه میندازن و این بار هدر شروع به فیلم گرفتن از خودش میکنه و خطاب به پدر و مادر مایکل و جاشوا صحبت میکنه و ازشون معذرت میخواد که جون بچه‌هاشون رو توی خطر انداخته. از پدر و مادر خودش هم معذرت میخواد و میگه که قول میدم حواسم به خودم باشه ولی اگه رفتم شما مراقب خودتون باشید. وسط فیلم گرفتنه که با صدای جاشوا بیرون شنیده میشه که فریاد میزنه و کمک میخواد. این بار همراه مایکل شروع به گشتن دنبالش میکنن و بالاخره به یه کلبه درب و داغون و پوسیده میرسن. صدا از طبقه بالاست و وقتی که پله ها میرن متوجه یه عالمه رد دست و جملات عجیب و غریب روی دیوار میشن. حالا صدای جاشوا طبقه پایین میاد و مایکل هدر رو تنها میذاره و میدوه دنبال صدا. دوربین مایکل رو میبینیم که وقتی به بیرون اینجا میرسه صدا خیلی نزدیکش میشه و یه دفعه کسی از پشت بهش ضربه میزنه و میفته زمین. هدر هم بعد مدت میره بیرون و متوجه میشه که مایکل یه گوشه وایساده و به دیوار زل زده. هرچی صداش کنه جواب نمیده و حالا یه نفر از پشت به خودش حمله میکنه. سکانس آخر عکس این سه نفر رو میبینیم که به عنوان گم شده تو تمام شهر پخش شده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. همونطوری که گفتم من خودم حقیقتا زیاد با این فیلم حال نمیکنم و دلیلش هم اینه که به نظرم حوصله سربره، اما خب به هر حال توی سبک ترسناک خیلی شناخته شده. اون هیجانی که از اول فیلم میسازه برای اون لحظه آخر رو خیلی تاییدش میکنن. به نظرشون اول تا آخر فیلم شما میخکوب میمونی چون خیلی صداهای ترسناکی میادش، هر لحظه در انتظار چیز ترسناکی و با اینکه بودجه فیلم خیلی پایین بوده یه خروجی خوب دادن. یعنی اینطوری نیست شما موجودات ماورای طبیعی ببینید، جلوه های ویژه داشته باشه، صرفا فیلمنامه و همون یه فیلمبرداری که با هندیکم هم هستش ترس رو به شما انتقال میده. از این نظر خب خیلی ها دوستش دارن، اما میگم خود من با به میلم نبوده. به هر حال به پیشنهاد خودتونم قرارش دادم. من دارم یکی دو تا فیلم احتمالاً پشت هم قرار میدم که این هفته قبلی که نبودم جبران بشه. حتما کانال رو دنبال بکنید، لایک کامنت سابسکرایبتون نره. دوستتون دارم، روزتونم گلسی.